تو ژنتیکت خوبه، کارت راحت تره، درسته؟ خیلی. یعنی واقعا شب مسابقه بدنسازیم تا صبح من فیلم کشتی نگاه میکنم. حالا یکی که زمینش کجه باید چی کار کنه؟ من تو بادی کلاسیک اوورال شدم، تو فیزیک کلاسیک اوورال شدم، تو بیلدینگ هم اوورال شدم، یعنی بدنم به ستاش میخوره. اگه بخوام فیزیک کلاسیک ادامه بدم مسابقات داخلی واقعا به آسیب میرسه. اگه بخوای شرکت کنی باید بری بیلدینگ. باید برم بیلدینگ. سامان مثل المپیا رو میبینی توی تصوراتت؟ تو خواب دیدمش، تو واقعیت هم میبینمش. خب با سامان الفتی عزیز هستیم، قهرمان خوش‌استایل فیزیک کلاسیک ایران که یکی از ژنتیکای فوق‌العاده ما محسوب میشه توی فیزیک کلاسیک. عکس و فیلماش خیلی عجیبه ولی رو استیج هم واقعا همین جوریه. آقا چه خبر؟ چه آقا سلام، فدات شم، خیلی خوشحالم که اینجا شما رو میبینم و واقعا نمایشگاه همیناش خوبه که قهرمانا رسانه‌ها با هم دیدار تازه میکنن، اینش همون انرژی مثبت میرسه. آره آقا، خیلی تب باشگاه زدن خیلی زیاد شده و همه به فکر زدن باشگاهن و مثل سال پیش نیست که همه بیان فقط نگاه کنن، هر کی داره میاد داره قیمت میگیره میخواد باشگاه بزنه، ولی باشگاه زدن آقا کار سختیه. باشگاه داری کار سخته. آره. باشگاه زدن شاید سخت نباشه، فقط سرمایه بخواد، ولی باشگاه داری کار سختیه واقعا. میگم کاش قانونی بذارن یه امتیازی شامل حال قهرمان ها بشه، مثلا بحث مجوز قهرمان ها. فقط دیدی دکتر داروخونه اینا مجوزشون رو میفروشن؟ درست. یا اجاره میدن؟ قهرمان ها برای قهرمان ها چنین امتیازهایی بذارن که بتونن این کارها رو بکنن. ارادت هم استاد، به نظرم اگه ارگان ها یعنی قهرمان ها رو تقسیم کنن تو ارگان ها، هم یه اشتغال زایی میشه و هم میتونن تو اداره ها به سمت ورزش رو بیارن. به نظرم اینجوری از قهرمان ها استفاده میشه خیلی بهتره تا اینکه مجوز بهشون بدن برن باشگاه یا باشگاه بزنن. سامان، اول نفر که تو رو کشف کرد کی بود؟ کشف کرد؟ کشف کرد یعنی استعدادم. آره. کیوان داداشم. داداشم. یعنی اگه داداشت تو رو تشویق نمی‌کرد؟ ببین آنیما، من الان بدنسازم، شغلم بدنسازیه، حرفم بدنسازیه، ولی هنوز عاشق کشتیه. هنوز هم؟ یعنی واقعا شب مسابقه بدنسازیم تا صبح من فیلم کشتی نگاه می‌کنم. و قبلش کشتیگیر بودم، نوجوانان جوانان. بعدش یه یواش یواش کیوان گفت که یعنی من اول مسابقه دادم بعدش اومدم تو رشته بدنسازی. یه بدن خوش داشتم، یه سیکس بک داشتم و اینا، کشتی میگرفتم. گفت که بیا 55 کیلو مسابقه بده. گفتم چی؟ گفت تو که فیگوراتم خوبه. فیگورم چون تو خانواده ما دیده بودم، همینجوری اومدیم مسابقه دادیم دیگه. حالا سال اول مدال نگرفتم. سال 6 ماه بعدش مدال گرفتم. و از کی تو گول کردی و مطرح شدی؟ من سال 92 تو کرمانشاه مسابقه دادم، جوانان بودم. ارادت داشتم. بفهم. ارادت داشتم. مخلصم. ارادت داشتم. خب سال 92 مسابقه دادم، جوانان بودم، بزرگسالم اول شدم. اون انگیزه شد برام که سال 93 قهرمان کشور شدم. حالا 95 باز قهرمان کشور شدم، ولی از 96 به بعد دیگه بدنم یه جوری شد که دوست داشتن مردم. نه خوبه آقا اراده. آقا ببخشید وسط چیز میارم، بالاخره هستم. آقا یه سوال چیز دارم، تو ژنتیکت خوبه، کارت راحت تره، درسته؟ خیلی. این خیلیه رو زار توضیح بده. خیلی، چون من میبینم وقتی میرم تو سالن وزن‌کشی میبینم که خیلی یا حالشون واقعا خرابه. بعد میپرسم که چتونه، مثلا میگه مثلا 5 روز آبم سدیم قطع کردم، دو شب آب نخوردم. من اینا رو ندارم، نه قطع سدیم و نمک دارم، نه آب و قطع میکنم. خب اون مربیش گفته بهش؟ خب مربی گفته حتما سلا دونسته، طبق بدنش گفته. آره. ولی من نه، من شب مسابقه بوده 7 لیترم آب خوردم، یعنی هیچی قطع نکردم. الان با کی کار میکنی؟ الان من با کیوان داداشم. داداشم. استاد مهدی آتمی هم واقعا حواسش به ما هست. منظورم اینه که اگه حالا ژنتیکت خوب باشه تمرینت راحت تره. تمرین که سخته، تمرین رو باید سخت انجام بدی واقعا. حتی برای تو؟ حتی برای من. ببین شما ژنتیک برمیگردی به این که شما من شما یه زمین داریم میخوایم بسازیم، مال من یه شکل مستطیل مربع داره، شما مثلا یه ذره
کج و حالا میگم شما نوعی میگم. نه ما واقعا کج. زمین مثلا یه ذره مثلا کناس باشه. بله. حالا این بره بالا هر ملاتی هم شما استفاده کنید منم توش استفاده کنم اون ساختمونه. بره بالا بالاخره این قشنگتر میشه. چون زمینش خوب بوده. این مثال خوبی بوده برای ژنتیک. حالا یکی که زمینش کجه باید چی کار کنه؟ ژنتیکش کجه؟ به نظرم باید رشتهش رو درست انتخاب کنه. دوست داره بدنساز میشه. بدنساز راحته. ببین رشته بدنسازیش رو درست انتخاب کنه. نه کدوم رشته میتونه؟ به نظر من یه بدنی که ایکس نباشه هیچ وقت تو فیزیک کلاسیک نیاد. خب مثلا میگم این نظر توه، پیش مربی میره یا من پولش هم میدم هر کاری هم بگی من میکنم. خب دیگه میره دارو شکست میخوره برمیگرده تا راهشو پیدا کنه و طول میکشه دیگه. ما آدمایی که بدنسازی داشتیم که ژنتیک نداشتن موفق شدن. آره به نظر من مربی و خود ورزشکار درجه اول باید داور خوبی باشن، یعنی بدن خودشونو بشناسن. سامان الفتی برای چه رشته‌ای خوبه؟ من تو بادی کلاسیک اوورال شدم، تو فیزیک کلاسیک اوورال شدم، تو بیلدینگ هم اوورال شدم، یعنی بدنم به ستاش میخوره، ولی تو کدومش کاملا؟ تو فیزیک کلاسیک کاملا میگه البته اینجوری که داری پیش میری باید بری بیلدینگ. حالا فیزیک کلاسیک رو باید درست باشی واقعا. نفسم میکشه رشد میکنه. سلامت باشی لطفا. زمین که سامان توی رأی‌گیری سال 1401 به عنوان بهترین که نیستیم از رأی دیدگاه مردم به عنوان تیترش به عنوان ورزشکار مردمی شدم. انتخاب مردمی توی تمام رشته ها. آره توی تمام رشته ها. یعنی بهترین بدنساز ایران در سال 1401 به صورت رسمی تو بحث آماتور. بله. سامان الفتی عزیز. فیزیک کلاسیک، بیلدینگ و بادی کلاسیک توی 32 نفر قهرمان مردمی شدم که بعدش حالا جا داره یه گلایه‌ام بکنم از فدراسیون. اومدن مچندازی و اینا رو کلا قاطی کردن. ما قهرمان و مردمی شنیدیم، اوورال مردمی شنیدیم. تا حالا شما یعنی به شما جایزه ندادن؟ به ما جایزه ندادن و آقای ماهری رو انتخاب کردن که دوست ماست، پهلوان من. تو زلزله کرمانشاه واقعا ایشون پهلوان به تمام معناست. من خیلی دوستش دارم. آخه چون رام که داره ولی رشته خودش وقتی تو این استا میذاری خیلی فرق داره تا اینکه تو گوشی باشه. من الان میدونم شما چند تا اس ام اس تو گوشیته. نمیدونم بعد یهو مثلا بیان بگن اوورال قهرمان قهرمانان مردمی. ما قهرمان مردمی شدیم، قهرمان مردمی نشدیم. این یه مقدار فدراسیون حرکتش قشنگ هست. من گلایه دارم. یه سر راجع بدن توضیح بده، چی کار میکنی پیشرفت میکنی؟ من... تو الان مثلا به نگاه ما یه بدن کاملی، به نگاه خودت چجوری میبینی؟ به نگاه خودم یا بدن من یا خوبم یا بدم. تو خوبه وقتایی که رژیم دارم میخوام مسابقه بدم آمادم، همه چیم تنظیمه. وقتایی هم که بدم هیچی رعایت نمی کنم. یعنی تمرینات فقط یه باشگاه میرم، نه تغذیه، نه مکمل، نه حالا بگم دارو، کلن نظم خوابم، همه چیم به هم بیرزه بابم. این خیلی بده. سربازی اینو... تموم شد دیگه؟ نه الان یه سال دیگه دارم. آه سربازه ها؟ آره شالله. یه سال دیگه دارم، فردا باید پادگان باشم. کرمانشاه؟ بله پادگان سرپل زهاب ابوذر. من میخوام ببینم قلق آدم های خوش ژنتیک چیه؟ قلقش اینه که ببین باید بدنتو بشناسی. من بدنمو زود شناختم، یعنی به نظرم کسی ژنتیکش خوبه که بتونه بدن خودش رو بشناسه و بدن خودش رو فرم بیاره. یعنی من هر ضعفی داشته باشم تو خودم میبینم که برطرفش کنم. شاید بدن من اینجوری باشه. حالا این نکته با تمام احترام به اخوی محترم، شما مربی خارجی بگیری بهتر نیست یا مربی دیگه؟ 100%. حالا یه حرفایی با آقای شکرابی زدم، آقای آبتین شکرابی قرار شده. آبتین همیشه منو راهنمایی میکنه باور. حالا من تو کرمانشاه داداشم آقای کیوان الفتی و مهتی آتمی، یعنی از وقتی که بچه بودن تا الان کیوان و پیمان داداشم هوامو داشتن. مهتی آتمی هم مثل داداشش واقعا هوای منو داره، همیشه کمکم کرده. و این مسابقات اخیری هم که دادم آبتین شکرابی واقعا منو خیلی خوب راهنمایی میکنه. حالا قرار شده ببینم چی میشه انشالله. آقا همچنان میخوای مسابقه داخلی شرکت کنی؟ فکر نکنم، چون اگه بخوام فیزیک کلاسیک ادامه بدم مسابقات داخلی واقعا بهم آسیب میرسه. و اگه بخوای شرکت کنی باید بری بیلدینگ. با
باید برم بیلدینگ، که واقعا خودم الان درست کارت حرفه‌ام تو بیلدینگ بوده، عنوانم دارم تو بیلدینگ، ولی فیزیک کلاسیک دوست دارم. الان چش شما منو تو نمایشگاه ببینی، الان هر کی اومد با من عکس گرفت گفت که خب مثلا من کلاسیک دوست دارم، من طرفدارشم، من خودم کلاسیک دوست دارم. ولی اگه بخواد بری بیلدینگ خوب سایز قابلیتش رو سایز چند کیلو میشین؟ من کیلو تو رژیم میام بالا، مثلا تو رژیم تا 97 تا 100 میام، که رو 90 خوب بخوام وایسم میتونم. از امسال تو رو کشوری نمی‌بینی؟ خارجی. خواهش می‌کنم. تو یک سال به خاطر خدمت هم خارجی نمی‌تونی بری. آره. حالا دیگه این یک سال رو استارت زدیم، بعدن بسازیم. شاید الیت پرو مسابقه بدم. که کارت الیت بگیری؟ الیت دارم. هم کارت الیت دارم هم پرو. حرفه‌ایشو. حرفه‌ایشو دارم دیگه. تو سمت حرفه‌ایش مسابقه. اونی که جایزه داره. آره اونو اون خوبه. به نظرم اون خوبه برای ورزشکاره، چون جایزه نقدی ما جایزه نقدی می‌خوام. واقعیتش اینه که جایزه می‌خوام. خیلی. آره. سامان مثل المپیا رو می‌بینی توی تصوراتت؟ تو خواب دیدمش، تو واقعیت هم می‌بینمش. و چه اتفاقی می‌افته برات؟ نمیگم طلا میگیرم، ولی فاکتورایی که تو فیزیک کلاسیک تعریف شده اون فاکتورا تو بدن من هست و با خودم میگم اگه قرار نشم چرا این فاکتورا رو دارم؟ با این دیدگاه نگاهش میکنم. بزرگترین مشکل در حال حاضر ویزا خروج سربازی. واقعا من تبخال زدم، یعنی پایان ماموریت منو زدم به حدی استرس دارم الان که باید برم کرمانشاه سربلند‌آب، که واقعا من تنها کسی به من کمک کرد توی سربازی که تونستم اوورال ایران بشم، باز سرگل مجید نظرخانی که از اینجا دست شد. نه تنها من، کل ورزشکارا، ورزشکارای به نام ایران همشون آقا مجید نظرخانی واقعا حواشون دمشکن. تنها مسئولی که دیدم توی سربازی به ورزشکارا احترام میذاره، سربازی براشون راحت میشه. حالا فعلا پایان منو زدن، ان شاءالله باز سربازش میشه. خیلی ما توی غرفه چیز نشستیم، آیرون فیت مهمون دارن، خیلی بیشتر از این نمیخوام طولانیش کنم که مزاحمت نشه. ان شاءالله سامان عزیزم هر کجا یه جای دیگه ببینیم لختش کنیم، اینجوری نمیشه خالی خالی، یه جای دیگه بتونیم باهاش صحبت. آقا صحبت آخر، یعنی نیما فقط میخواد لخت کنه. آخه داره میپرسه ببینید یه پا بده لخت. این نماش که باید بدن دیده بشه. آره دیگه نماش که ورزش. آره واقعا باید بدنا دیده بشه، چون الان ما پایتخت پرورش اندام دنیا شدیم. آره. چه توی حرفه‌ای چه توی آماتور، واقعا خب این باید همه خودشونو نشون بدن، همه لذت ببرن از بدنه. من که واقعا میبینم دوستامونو واقعا لذت ببرن. تنها چیزی که من الان میخوام خودشم عاشقشه وکیومشه، که وکیومشو ما هم میبینیم. فقط ببین چقدر میره تو نگاه کنی قشنگ یه دستر کاغذی میره داخل. آقا مفتزی منحصر به فرد این آدم، ایشاله مثل المپیا ببینیمش حقشه. سلامت باشه و برو بدرخش. تشکر از شما واقعا، همیشه هستی پای کار و دلگرمی ما، اینو واقعا جدی میگم، دلگرمی ما رسانه است، چون جایی دیده نشدیم و این رسانه ها که بازش هم باید دیده بشیم، رسانه هایی مثل شما عزیزم. حالا رسانه های دیگه که واقعا پای کارن، همیشه از وقتشون میزنن میان تو نمایشگاه تو مسابقه ها، واقعا من از جا داره تشکر دستشون رو نیست. پیجش هم برمیگرده، پیج اصلش کاراشو بکنیم، ایشالا برگرد. ایشالا چه خیلی. دمت کرد.